آستین خود را دستان کوتاه کنه، اما چاکش دوباره سر جای خود با علمی چاک. ایرا آموزش میدم براتون که چی رقم مثلا حالا این 10 سانت ببین مشتری 10 سانت خواستن، 10 سانت باید کوتاه شوه، یعنی این 6 سانتش که ما باید کوتاه کنیم 4 سانتش میمونه برای تا زدنش. خب یعنی قسمت، یعنی از این قسمت ما باید ایر قطع کنیم، باز 4 سانت که وقتی ده اینجا بره این تا اینجا میشه، یعنی 10 سانت تا ده اینجا. ببینین این چاکش از بین میره، چطور میشه که این چاک را دوباره مثلا میسیر زمین جواری دوباره درست کنیم و بسازیم که مشتری مثلا از چیز از کار ما خوش بیه و من یک چیزی براتون یاد داده باشم. اگر کسی بلد است باز در کامنت نوشته کنه این کار، اگر نیستن کسی که مثلا از این کار انجام داده در فکرش بوده که مثلا یه آستین چاک چرخم دوباره به دست بیاریم، اگر بلد نبوده کامنت بده که ما بفهمیم که به درد مردم ها به درد شما خورده. ببین 6 سانتش در آوردم، خب 6 سانتش در آوردم، اینا رو یعنی میرم یعنی چاک را این ده اینجا میسازیم. این حال یک 4 سانتش ده اینجا قاط میشه، یعنی قدر دیگه اینجا بدون چاک میمانه. ببینه یعنی میره یعنی می چاک را چی رقم ما باید اینجا درست کنیم براتون یاد میدیم. موفق پیروز باشید. خب دوستا یعنی دمی آسین زیر باید ما میتر بزنیم به می اندازه باید بالا اینجا درست شود. دمی آستین از این هست 11.5، ببین 11.5 است دیگه، یعنی می اندازه باید ما این چاک را در اینجا ایجاد کنیم در بیاریم دیگه. من اینا رو میشکافم باز چیز است در وقتی دختش یا وقتی دیگه آموزش هاش براتون آموزش میدم. خب دوستا ما چی کردیم؟ این رو باز کردم، حالا چیز است یعنی پارچه رو نیاز داریم. خب ما این را واز کردم، منال این را باید اتو بزنیم. خب اتو بزنیم صافش کنیم ببینیم که اما پارچه ای که نیاز است از کدام جایش برداریم، چون ما پارچه نیاز داریم برای از اونجا که چاک درست کنیم. این را ما باید اینجا پارچه بدوزیم، براتون یاد میدیم که چه رقم میتونیم چاک درست کنیم. ببین یعنی اضافیش را میزنین خب که اینجا ما مثلا پارچه باید بدوزیم. ببین اوکی، یک دونه را اینجا مدوزین، یعنی اینجا مدوزین بازی تو برگردان میکنین، یعنی تو میشه خب، یعنی یکی دیگر را باید اینجا بدوزین که یعنی تو شوه، یعنی تو که بخوابه مثلا ای دیگه بیای بخوابه در ریزی. این دوتا برای ازی یک آسین، یه هم برای دیگه آسین اوکی. یعنی میقدر پارچه ما نیاز داریم که او رو از دم آستینش گرفتیم، یعنی شد چی؟ برای یک آستینی بر دیگه آستین، دیگرهاش ما لازم نداریم. خب میریم روی آموزش های بعدش. ببین چهار تا داریم، حالا هر کدامش که بچسبانیم کنم چیز نیست، مهم نیست، پروا ندارم. یعنی درز یک ذره باریکتر بگیرین. خب یعنی درز چی را یک ذره باریکتر بگیرین، درز آستین را، به خاطر از اینکه یک ذره امی تیکه زیر باید بغلطه، خیلی کم 2 میلی مثلا باریکتر که بگیرین. ببینن این ده اینجا بوده، ما اینجا 2 میلی بیشتر مثلا چیز نشده. اوکی میریم روی اتوکاریش، اتوکاریش بزنیم ببینیم که چی میشه. لای چسب شه بچسب کنیم دم یاسین را، یک ذره لای چسب نیاز داره. اوکی این تومی قسمت نیاز داره، خب از او بیشتر نیاز نداره. اینجا داره دیگه، هیچ لازم نیسته، فقط ایر به خاطر که مثلا 4 سانت تا میشه به خاطر از امون بایدی
چسبشه بچسبونی. اینه چهار سانت. چهار سانت. باز اینی را اینی قسمت را اینی قدر را مثلا داخل میغلطانین. خب اینی قسمت اینی قسمت تقریبا نیم سانت کی هم معلوم نشه. خب یعنی درس معلوم نشه. باز اینی بخیه که از بالا میایه اینی بخیه را یک ذره پنتر اینی قسمت شو بگیرین این تا اینجا کی شوه. اوکی ببینه یعنی تو دیگه اینی شرم بریتون بزنم خوب متوجه شوید که چی گپ شد. ببین اینی را چی میکنین یعنی از اینجا اندازهش میگیرین که تا کجا میایه اونو زمانجا قاط میزنی دیگه پشتی یک چیزش سنت سنت زدنش نمیگردین. خب دوستان خب دوستان یعنی حالا یعنی یعنی درزم یک ذره که پنتر بگیرین یعنی تا ده اینجا نیم سان مایه ایسو یعنی قم میشه. ببینین هیچ معلوم نمیشه اینجا هم تغمه دخته میشه ما دیگه اینجا مخره هیچ کدام گپی نیست. ببینین اوکی یعنی از اینجا مثلا میشه بخیه. ببینین اوکی خیلی هم اوکی ما یه را براتون مدوزم و باقمندهش رم به اوتکارش میزنم باز زو براتون همهش یک دفعه زیر چرخ یاد میتون. فعلا خوب دوستا برگشتیم دوباره ببینید یعنی را یعنی اینجور که میخواین مثلا چی جور کنین یه را یعنی باز باشه یه را باید یعنی دو تا میگیرین یک چرت میزنین اینجا مثل که قبلا در دیگه آموزش ها براتون گفتیم آموزش چی؟ آموزش کوتاه کردن آستین کود. ببین اینمی دو تا چیر با هم میگیرین خب اینمی اینجا را بخیه میکنین اینده اینجا میارین اینه اینده قادی خب باز این را یک قیچی نمیکنین. خب اگه مشتری خواست که مثلا یک ذره دراستر کنه بیتونه دراستر کنه. ببین دیگه ایش رم یه نظم اینجا که قات است تازدگی است یه نظم اینجا میگیرین پا میزنین یک پایا بخیه میزنین باز ایر چرت میزنینه که اینجا چاک درست شوه برش. ببین آه دیگه ایره یه ناله یه نظم بال درش میگیرین یک ذره درش پنتر باید بگیرین نسبت در درز قبلی به خاطر از اینکه چیز است ما یک کارهایی کردیم اینجا نه یعنی حالی یعنی رو میگیرین یعنی تو ببین یعنی قسمت ببین یعنی چند میلی رفت داخل دو تا سه تا میلی رفت داخل وقتی که اینجا تگمه بشانی یعنی زیاد معلوم نمیشه دیگه اینجا هم چاک میشه. ببینه هیچ کدام مشکلی هم پیش نمیایه ایره مثل هم زمان چیز قبلی آموزش قبلی که براتون دادم ایره میگیرین یک بخیه میزنین تا اینجا اینجا که زدین باز اینجا میزنین سعی کنین یعنی حالی یه چی دمی آسین جور شد. خب ببینه اوکی دمی راحتی دیگه ما او طرفش را درست کنم یک جایی بازم میریم اوتویش میزنیم اینا رو باید اوتو بزنیم یعنی درزایش باید واس کنیم یعنی تو با اوتو خب که چیز است مشکل پیش نیاد ما بازم در دیگه کارهاش بازم فیلم میگیرم. خب دوستان ما آمدیم روی اوتوکاری ازی دیگه ای را دوختیم حالا اوتوکاریش بزنیم ببینیم چی میشه درست آمده یا نه. اینجا سلکو اینجا هم درس کرده اینجا هم اینال وقتی که مثلا باید در روی
یه اصلا معلوم نمیشه و در زایشی که ایچ فهمیده نمیشه که مثلا ما اینجا چی کردیم درز دادیم ببین یعنی پارچه رو ما اضافه کردیم میره ده اینجا مثل خودش مثل دم آستین خودش که چیز است بنال یعنی تگمش اند اینجا میخوره ببین به می قشنگی دیگه معلوم نمیشه اینت اوکی دوستا امیدوار هستم که از این آموزش ها خوشتان بیا اگر خوشتان آمد لطفا با دوستایتان حتما شریک بسازین کسایی را که دوست دارین که مثل خودتان یاد بگیره و دنبال یادگیری مثلا خیاطی هسته فیلم ها را شریک کنین ببینن استفاده کنن و یک چیز یاد بگیرن مخصوصا کسایی که مثلا در خارج از کشور خارج از افغانستان کارهای تعمیری انجام میده این کارها بسیار مهم است که مثلا یک نفر یاد بگیره خب دوستا ما برگشتیم روی دوخت از اینجا باید یعنی چاک را یعنی چیز بزنیم خب یعنی تو خوب مساوی صاف صاف یک سنجاق بزنیم باز روی از اینجا قاط کنین ببینین از اینجا قاط کنین 11 و نیم دم آستینش بود ما باید مثلا 11 و نیم یه در بیایه دم آستینش یه متر میزنین که تا کجا میایه اما اندازه باز درز باید بگیرین بیا 11 و نیم ببین یعنی یه 11 و نیم یعنی قدر را باید درزش بیا خب دونمو درز از بالا که میایه یعنی می قدر را ما باید درز بگیریم تقریبا چند سان میشه 1.5 سان ما باید درز بگیریم یعنی درز پن بگیریم خب 1.5 سانت این را یعنی تو میکنین بازو ببین اینجا را صاف میگیرین 1.5 سان باید اونمو پایین آستین 1.5 سان باید بیای با خاطر از اینکه تا دم آستین استاندارد اما اندازه خودش که بود اما اندازه در بیا ببینین 1.5 سانت اوکی یک ذره ای رو باریک میکنین چون برای دست مشتری مزاحمت خلق نکنه اوکی دوستان ببین یم 11 و نیم سانت دیگه هیچ مشکلی نه افتاد این رو باز میریم یک اتو میزنیم این رو بازش میکنیم این کود کس پارچهش کتان است این خیلی اتوکاریش راحت است خوب است البته او کودی قبلی را که ما کوتا کردیم مردانه بود این زنانه است دیگه این چاکش که دوختیم بعد از او میاریم اتوی آخرش را میزنیم ببین چاکش چقدر قشنگ مثلا جور شده هیچ مشکلی هم نامده پیش و راحت مشتری هم دلش خوش میشه که ولای اورجینال خودش در اومده خب دوستا ما این رو اتوکاریش کردیم و آمدیم پشت چرخ یعنی چاک شیر بدوزیم و یعنی بسته براتون یاد بدیم همین بسته چیز است یعنی دان آستینه یعنی اینجا واز است دیگه یعنی تو میشه یعنی زی قاطعی باید مثلا اینجا بست بزنی که نباید مثلا چی شوه آستین برا پایین دیگه این همی تو دخته بود اگه نه این باید یک ذره پس دوزی شوه مثل که دم پایچه شلوار ما براتون آموزش دادیم مثل از او باید دخته شوه که همینطور بودک دخته نبود اگه نه کلاسیکش خوبش میه اینجا رو باید مثلا بخیه بزنیم با دست دیگه یه همین رقم بود و ما هم دیگه کار خود علکی زیاد نمی کنیم چون همون تو بوده اوکی دوستا ما بریم موتوکاریش بزنیم